جراحی تعویض مفصل لگن. به التهاب گوی و حفره مفصل آرتروز مفصل لگن میگویند. رایج‌ترین دلیل جراحی تعویض مفصل بیماری آستیوآرتروز است که در اثر آرتروز استهلاکی و از بین رفتن غضروف‌هایی که معمولاً سطح گوی و حفره داخل مفاصل را می‌پوشانند به وجود آمده و باعث خوردگی و آسیب دیدن گوی و حفره می‌شوند. در نتیجه قسمت‌هایی از استخوان لایه محافظ خود را از دست داده و باعث گرفتگی و درد بیمار می‌شوند. در این مدل می توانید استخوان‌های لگن، ران، عضلات لگن و کپسول لگن را ببینید. دو نوع عمل جراحی برای مفصل لگن از رایج‌ترین انواع عمل‌ها هستند که در نوع اول بیمار را به پهلو می‌خوابانند، ماهیچه جانبی باسن، ماهیچه اصلی در اینجا با رنگ قرمز مشخص شده. می توانیم این ماهیچه ها را کنار بزنیم و مفصل را ببینیم. این محل را شکافته و سپس استخوان لگن را بیرون بیاوریم تا بر روی آن عمل جراحی انجام دهیم. روش متداول دیگر این است که ماهیچه جانبی باسن را به طرف جلو سوق داده و کپسول را از طرف دیگر می شکافند. این روش را متد از پشت می نامند. برای درمان آرتروز پیشرفته لگن باید انتهای استخوان ران یا گوی مفصل و همچنین فرو رفتگی و یا حفره مفصل استخوان لگن را تعویض کنیم. اول در مورد استخوان ران توضیح می دهم. تکنیک استاندارد جراحی تعویض لگن شامل برداشتن سر و گردن استخوان ران است. با بریدن این قسمت‌ها استخوان ران شبیه یک لوله می‌شود. جراح می‌تواند لوله استخوان لگن را ببیند. گوی جدید را بر روی این لوله پیوند می‌زند. راه‌های استاندارد جراحی استخوان ران شامل جا اندازی با فشار است که به آن پیوند بدون چسب می‌گویند. این معمولاً از پایه تایتانیوم بوده و سایز و ابعاد آن با آناتومی استخوان بیمار همگون می باشد. این را می شود در داخل حفره استخوان محکم جا داد. در طول 6 تا 8 هفته استخوان بیمار از داخل رشد می کند و عضو پیوند شده را برای 10 سال در جایش محکم نگه می دارد. بر روی این پیوند می توان گوی مصنوعی و گردن استخوان را که اندازه و ابعاد شبیه استخوان بیمار است پیوند زد. این بازسازی بسیار محکم است و می تواند وزن بیمار را تحمل کند. بیمار می تواند فعالیت‌های تفریحی خود را نیز از سر بگیرد. برای جراحی مربوط به آرتروز حفره مفصل راه‌های مختلفی وجود دارند. تکنیک استاندارد شامل گشاد کردن یا تراشیدن و تازه کردن استخوان به صورت یک نیم کره است که تایتانیوم کاسه مفصل را با متد بدون چسب به استخوان بیمار پیوند می‌زند. استخوان در داخل عضو پیوندی رشد می‌کند و 10 سال دوام می‌آورد. جراح می‌تواند داخل پوسته تایتانیوم را با مواد مختلفی پر کند که معمولاً از پلی‌اتیلن که یک ماده پلاستیکی است و تاکنون نتایج خوبی به بار آورده استفاده می‌شود. تعویض کامل استخوان لگن و کارگزاردن فلز به همراه پلی‌اتیلن هم‌اکنون به عنوان درمان طلایی در سراسر جهان معروف است. یک جراحی موفق برای تعویض مفصل که اکثراً برای اولین بار انجام می شود معمولاً بین 60 تا 90 دقیقه طول می کشد. بعد از اتمام این پروسه کپسول و ربات ها توسط جراح ترمیم شده و ماهیچه ها به حالت طبیعی خود برگردانده می شوند تا بهبود حاصل نمایند. بسیار مهم است که توصیه های جراح، تراپیست و نرس های مراقبتان را به دقت رعایت کنید. حرکت اعضای بدن خود را از حدودی که برایتان تعیین کردند بیشتر نکنید. در غیر این صورت ممکن است به خود و بافت های در حال ترمیم آسیب برسانید.